سلام و عرض ادب، سلامی به بلندای آفتاب عالمتاب بر همه ساکنین کره زمین و سلامی ویژه به دوستان و همراهان دماوند و ویژه تر از اون به دوستان خوب ناز و خوب خودم که خودشون میدونن به کی هستیم. سلام ویژه به شما، خود شما. امیدوارم که روز و شب بر همگان شاد و آرزو میکنیم که هر روزمون بهتر از روز قبلمون و بهترین آرزوی هم برای ایران و ایرانی داشته باشیم که متاسفانه امروز کشور ما در اشغال یک سری پسته. ما یه سیستم بر ایران حاکمه، سیستم پست سالاری، یعنی هرچی پست سالار میشه، هست پست بی سواد، بی هنر، بی وطنه، میاد رأس امور قرار میگیره. خیلی تعجبه نه؟ واقعیتش اینقدر خبر هست که آدم نمیده شروع کنه، بعدش هم آدم نمیده واقعا چجوری باید شروع بکنه که بتونه همزمان خودش هم کنترل کنه و واقعا دچار درگیری ذهنی نشه. به خاطری که ببینیم، ما همه جور سالار داریم، دو سالار داریم، قوقا سالار داریم، با سواد سالار داریم، بی سواد سالار الان بر ما حاکمه واقعا. یعنی نگاه میکنیم بدترین آدم ها رو میارن در رأس امور قرار میگن. نگاه بکنیم منهای آقای دکتر حسن بنی صدر روح شاد که دکترای اقتصاد داشتن و به هر حال اروپا دیده بودن و با آدم باسوادی حتما بودن، که یه چند سبایی بود که این جنایتکاران پلید مسلمون علیهش کودتا کردن و رفت. بعد از اون دیگه هر چی داریم واقعا بدتر از دیگریه. رفسنجانی که به قول کرمانیا خودش میاد الاغ واچپکی سوار میشد، الاغ هم بلا خودش الاغ بود، الاغ با سوار رفسنجانی گور به گوری میشد، الاغ بلد نبود سوار بشه، ریاست جمهوری ملت به عهده گرفت. یا رجایی، حالا روح شاد، من نمیخوام راجع به خیلی ها صحبت بکنم که چقدر عمل و بی سواد بودن واقعیتش، ولی به اختصار اشاره میکنی مثلا رجایی با هنر، اصلا تعجب واقعا. اینا به ترتیب اومدن تا رسید به رفسنجانی. از رفسنجانی مثلا پروفسور این جنایتکاران مافیا خاتمیه، به اون دیگه چیه، در دهاتی بوگندی یزدی پستته. یزدی ها با شرف هم ربطی به این نداره، اون نقطه تولد میگن دولاب نمیم، اگه نجف تولد نشته باشه میگن اون نقطه هست، میگن یزدیه نمیدونم. مثلا سوپرمنشون اون بود دیگه که خودشون قبولش ندارن. البته از او بگذاریم، مثلا رسیدیم به که احمدی نژاد، نگاه کن احمدی نژاد، رسیدیم به روحانی که دیپلوما دکترای فلسفه داره، یک کلمه انگلیسی بلد نیست. بازم به اونا رسیدیم به که آقای رئیسی با 3-4 کلاس سواد. بشنویم تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. دهه زجر و جنایت، ایامیه که هر عربی سیخ میکنه میده به بیت رهبری. یعنی شدیم تایلند کشورهای اسلامی، کشور با این عظمت و این ثروت و این قدمت به جای رسوندن که گفتم هر عربی که هوس چیزی میکنه بیت رهبری رو نشانه گیرین، یالا تیاره سوار میشه و میاد ایران متاسفانه. و ملت شریف من باید این خفت و تحقیر و پذیرایی بکنه و داره میکنه. موسیقی
میگن چرا روسیه رئیسی رو تحویل نگرفت؟ میگن چرا ناراحت داشته؟ میگه قرار ناراحت بشه. واقعا مگه ابراهیم رئیسی با سه کلاس سواد ابتدایی ببین این خوشحال بود یه زمانی که پرچم دستی بشه که مثلا شاهی نخست وزیر که رد میشد این دست کن بده؟ آقا یه همچی آدم بی شخصیت بی کلاسی الان رئیس جمهور شده، مگه ناراحتی سوارش میشه سرش میشه؟ این خوشحاله که سوار هواپیما میشه، این خوشحاله که پرواز میکنه میره روسیه، مهم نیست چقدر منتظر میمونه، همین که میره برش افتخاره بابا. ای خوشحال بود که اگه یه مربی، یه معلمی، مدیر مدرسه توجهی به این میکرد. آقا کلاس چهارم ابتداییه، چرا نباید فگونی شخصیت داره؟ چه فگونی مثلا باید ناراحت بشه؟ خب خیلی خوشحاله چون جایگاهی که خودش فکر میکرد و خودشو در اون جایگاه قرار میده اصلا به این قامت نمیخوره، به همین خاطر واقعا ناراحت میشه. چون اگه پوتین سر تا پای خودشو، خامنه جسم ناقص و اون گور به گوری و سر پایش خیس میکرد، این بازم خوشحال بود میگه پوتین رو دیدم. نمیدونی پوتین رو دیدم این چقدر خوشحال میشد. حالا اومده رئیس جمهور یک کشوری با تمدن و با تاریخ و بهده گرفته، این سرزمین رو اشغال کرده. بازم صحبت یاره، صحبت از شهر و دیاره، بازم این دل عاشق تو سینه بیقراره، اخ بازم ابر دو چشمام هوای گریه داره. سلام من، درود من به اون دیار سبز گلگشت دل براش پر میزنه. هرچی به جلو میریم گفتم یه حکومتیه که پست سالاریه، ابله سالاریه، بی سواد سالاریه، گروه دزد مافیا اشغال کردن یک کشور و ملتی به اسارت گرفتن، با کشتار دارن سرکوب میکنن ملت و جیب ملت رو خالی میکنن، سفره ملت رو دیگه نمیدونم سفره دیگه نمونده، و یه سری آدم پست بی سواد ابله رو میرن سر رأس کار قرار میدن. گفتم جو ایران شده جمهوری اسلامی، شده تایلند کشور اسلامی، هر کسی راست میکنه میدوه سراغ خامنه‌ای و خانوادهش. پوزش، هزار تا پوزش میخوام از همراهان دماوند، از اونایی که برنامه رو میشنون، واقعا با همه وجودم معذرت خواهی میکنم، واقعا از ما طلب بخشش میکنم و به بزرگی خودتون منو ببخشید. معذرت میخوام که اگر گاه از کنترل خارج میشه، اما برمیگردیم به سراغ اصل مطلب. یعنی که واقعیتش کشور به نقطه بدی رسیده، امریکا یه سری تحریما رو برداشت که البته این فوق‌العاده خوبه، تحریم‌های غیر اتمی برداشت، برخلاف میل خامنه‌ای این تحریم‌ها برداشت شد. گول خامنه‌ای نخوریم که گرش ما می‌خوایم تحریم‌ها برد، نه خامنه‌ای تحریم دلش نمی‌خواد برداشت بشه، خامنه‌ای می‌خواد که حد اکثر فشار بر این ملت بیاد که ملت فقط دنبال شکم سیر کردن شکمش باشه، نه دنبال چیزی دیگه. برخلاف میل خامنه‌ای بایدن تحریما رو برداشت، تحریمای غیر اتمی رو برداشت. انقلاب نکبتبار پلید
که البته اولش خوب شروع شد، از زمانی که این دزدان انقلاب رو دزدیدن به خاطر بساط دیکتاتوری و تباهی و دزدی و فساد و فحشایی که دارن همیشه دشمن داشتن، از مرگ بر امریکا و مرگ بر منافقی، مرگ بر صدام، مرگ بر سعود، مرگ بر آل سعود، مرگ بر انگلیس، مرگ بر حزب توده، مرگ بر روسیه. یعنی این جنایتکارا از ورودشون بعدی که کشور اشغال کردن با مرگ شروع کردن دشمن ذهنی، برای اینکه به دشمن ذهنی نیاز داره و اینکه این وضعیت نکبتبار و این وضعیت بخواد ادامه بده همیشه باید دشمن داشته باشه. با مرگ شروع میکنه که روزی امیدوارم مرگ بر سر و صورت این جنایتکاران از خودشون خانوادشون آغاز بشه و به بدترین وضعیت به مرگ گرفتار بشن، همون جوری که خلخالی جنایتکار با فضاحت مطلق مرد، یعنی خودشو تمیز دیگه نمیتونست بکنه و به درک واصل شد. امیدواریم که این مرگ بر خانوادش گاه هم ممکنه گناهی هم نداشت باشه، بر خود این کسانی که مرگ رو بر این ملت برمغان آوردن بر اونا وارد بشه. عرض کنم حضور شما با مرگ شروع کردن، همیشه با مرگ شروع کردن و نمیدونم تا آخرش هم به کجا میخوان برن، اما میریم یک مطلبی رو میشنویم، بعد هم برمیگردیم خدمت شما، با ما باشین. فساد یک نوع خلافکاری است که توسط فردی که مسئولیت و قدرت انجام کاری را دارد صورت میگیرد و آن شخص از این ظرفیت و قدرت خود برای به دست آوردن منافع شخصی خود استفاده می کند. متاسفانه سالیان سال است که ما در این حکومت شاهد هر نوع فسادی بوده ایم و فساد در درون این حکومت آنچنان نهادینه شده است که بی اغراق تمامی سردمداران و مهره های حکومتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آنها دست دارند. ساختار قدرت در حکومت به این گونه است که علی خامنه ای به عنوان رهبر در رأس حکومت قرار دارد و به هیچ کس پاسخگو نیست. این در شرایطی است که ایران 7% منابع طبیعی جهان را دارا می باشد و داشتن این منابع یعنی ثروتی عظیم که توسط ولی فقیه اداره می شود. بخشی از این دارایی ها را می توان در نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت و غیره مشاهده کرد که این نهادها تحت کنترل خامنه ای هستند، مراکز فسادی که سلطنت خامنه ای را تشکیل می دهند. تمرکز قدرت در بیت رهبری ثروت هنگفتی را برای خامنه ای و اطرافیانش به ارمغان آورده است. فساد از بیت خامنه ای به صورت زنجیروار تا رده های ارشد، میانی و سطوح پایین نظام ریشه دوانده است. به عبارتی همه مسئولان به طور دست جمعی سر سفره انقلاب نشستند و استفاده می کنند، ولی برای هر باند حکومتی سهمی مشخص اعمال شده است. به عبارت دیگر فساد درون حکومت سازمان یافته و هدفمند اداره می شود و در واقع فساد در سطوح ارشد، میانی و پایینی نظام همان حق سکوتی است که بیت رهبری به آنها اعطا کرده تا آموزش فراوان به خاطر این موقعیتی که به وجود اومد. فکر کنم برنامه رو دوباره از همکارم تقاضا کنم که از اول آغاز کنه، چون یک اخلال به وجود آمد. ولی راجع به فساد صحبت میکنه، واقعیتش همینه، از ورودشی باند تبهکار تمام مدت شروع کرده که دزدی بکنه و
هر روزم از روز قبل بدتر میشه. این فکر نکنیم که مثلا این فساده مثلا قبل زیاد بود بعد کمتر شد، نه، روز به روز از زمانی که جنایتکار مفعول جسم ناقص که آقا کشش ندید 3000 میلیارد، روز به روز بدتر میشه و بدتر هم خواهد شد. الان تحریما برداشته شد، یه مقداری پول قراره برگرده، منتظر درگیری های جناحی دارون جناحی نا باشیم. یعنی به محضی که پول برسه دوباره این سگ به جون هم میفتن. بشنویم. خود را اداره کند. به عنوان مثال پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی که خامنه ای خواهان سکوت آن در رسانه ها شد، پرونده 6.5 میلیارد یورویی پتروشیمی، گم شدن دکل نفتی، پرونده اختلاس بیمه ایران در سال 92 و هزاران اختلاس دیگر که همه آنها جزو فساد در نظام ولایت هستند. در زمان ریاست جمهوری روحانی حکومت طوری وانمود کرد که تمام فسادها در دوره ریاست جمهوری روحانی اتفاق افتاده و با انتخاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور تمام این فسادها ریشه‌کن شده و از بین خواهد رفت. به همین منظور رئیسی در سال 97 با حکم ولی فقیه به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شد و از همه ظرفیت دستگاه‌های تبلیغاتی نظام استفاده کرد تا وانمود کند که برای مبارزه با فساد به میدان آمده است و حتی بعد از دریافت حکم ریاست جمهوری هم به تبلیغات خود ادامه داد، ولی طولی نکشید که مردم متوجه تمام دروغ‌ها و تزویرها و تمام وعده‌های پوچ و توخالی او شدند و مثل همیشه برای مردم آشکار گردید که این حکومت جز پلیدی و تباهی چیز دیگری ندارد. بنابر اعلام گزارش رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا، اختلاس ها در دوران ریاست جمهوری رئیسی 333% افزایش پیدا کرده است. سازمان شفافیت بین المللی در آخرین گزارش خود درباره فساد در 179 کشور جهان، ایران را در جایگاه 149 قرار داد و این جایگاه نسبت به پارسال با 1 درجه سقوط اعمال شده است. به عبارتی وضعیت فساد در ایران نه تنها بهتر نشده است، بلکه بدتر هم شده است. جایگاه ایران نشان دهنده عمق فساد در حکومتی است که خامنه ای در آن خود را رهبر مسلمانان جهان می‌خواند و می‌خواهد با این کیان و فراست عدالت را در ایران و فراتر از مرزهای ایران بگستراند. مذاکرات طی 3 هفته گذشته پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی را داشته. در هر 4 حوزه رفع تحریم‌ها، تعهدات هسته‌ای، راستی آزمایی و اخذ تضامین، البته در برخی پیشرفت‌ها قابل توجه‌تر بوده، سرعت بهتر بوده، در برخی به خاطر بی‌عملی‌های طرف مقابل، عدم اخذ تصمیم‌های لازم در طرف‌های مقابل و یا عدم ابتکار و خلاقیت لازم در طرف‌های مقابل، با کندی‌هایی روبرو بوده که ما توصیه می‌کنیم که بعد از بازگشت از پایتخت‌های خود با تصمیم‌های لازم که بتونیم آنچه که امروز در پیشنویس‌ها آماده کردیم به سرعت بتونیم جمع‌بندی بکنیم. من به شما عرض بکنم اگر طرف‌های دیگه به ویژه ایالات متحده وقتی به وین برمیگرده تصمیم‌های خودش رو اخذ کرده باشه، چون مطالبات به حق جمهوری اسلامی ایران رو صحه بگذاره و چیزی بیشتر از برجام مطالبه نکنه و کمتر از برجام هم ما قبول نخواهیم کرد، مطمئن باشید که حد میتوان به یک توافق پایدار و قابل اتکا و سخنگوی وزارت خارجه: اگر طرف مقابل چیزی بیشتر از برجام مطالبه نکند، ما به سرعت به یک توافق پایدار و قابل اتکا خواهیم رسید. مذاکره، برجام و روزهای سخت کاسبان تحریم و دلواپسان. رحمت الله بیگدلی. 8 سال به روحانی و ظریف فحاشی کنی. 8 سال بگویی برجام خیانت است. 8 سال معیشت مردم را به گروگان بگیری. 8 سال خون مردم را توی شیشه کنی. 8 سال صدها میلیارد دلار خسارت بزنی. 8 سال مانع رشد و توسعه کشور بشوی.
برجام را لاشه مرده و متعفن و زن فراری دیگران معرفی کنی. برجام را در مجلس آتش بزنی. بگویی بعد از شهادت سردار هر کس دم از مذاکره بزند دهانش را خرد می کنیم. و بگویی ای آن که مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت. بعد از این همه فحاشی و کارشکنی، خط قرمزت در مذاکرات بشود برجام روحانی و ظریف و بگویی ما همان برجام روحانی و ظریف را می خواهیم، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. و از فرط شرمندگی به جای برجام بگویی توافق 1394. واقعا آدم با آبکش آب بیاورد و با چنگال بنوشد، اما اینطور ضایع نشود. سپاس از شما، تا ویدئوی دیگر. زایگی نیست، گفتم یه سری آدم هن، اینا بی سوادن، اینا که تو دهات می اومدن تهران یک ماه می رفتن برای فامیلاشون تعریف می کردن، که از تهران، از شهر، از استان تعریف می کردن که استان اینجوری بود. آخه یه همچی آدم های بی اصل و نسب وحشی بی سوادی اومده رأس امور قرار گرفته، خجالت می فهمه؟ داریم میگه ما کمتر از برجام نیخواه. خب برجام بود، خامنه‌ای میگفت که ما آتیشی، ما پارش میم، آتیشش میزنیم. خب خامنه‌ای خیلی فلان خوردی آخه، مفعول. الان افتادی به التماس مثل سگ ترسو، حتی ترسو ترسو هیچ موجود خدا خلق نکرده، افتادی حاضری همه کاری بکنی که به برجام برگردی. یعنی سگای در رده خوی وحشی تو بتونیم چون پول نیست سیر بکنیم. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. و برنامه رو امروز به پایان میبریم. خیلی صحبت کردیم، امیدوارم که توجه شما قرار بگیره، امیدوارم که شما هم لطف کنین بخواین از دوستان که ما را سابسکرایب کنن. مهمه، سابسکرایب شما مهمه. ممنونیم و میشنویم شما را. با آهنگی از علیرضا افتخاری این برنامه را به پایان میبریم و تا دیداری دیگر، خدا یار و نگهدار شما.